همکارم محمد رهبر از لندن با ماست. جالبه نه؟ با اینکه حکومت انحصار قدرت رو در دست داره و گفتمان اصلی رو در دست داره، هم این چنین شجاعانه این دو روزنامه‌نگار از خودشون دفاع میکنن و بخش قابل توجه از جامعه هم با اونها همراهی میکنه. روزنامه‌نگاری یک کار هویتیه، یعنی اینکه اینطور نیستش که شما بخواید کسب و کاری بکنید. هویتش این هستش که باید کشف وقایع بکنه، باید بره دنبال حقیقت و اون کاری که این دو خبرنگار عزیز انجام دادن. از طرف دیگه در جمهوری اسلامی به نوعی یه سری مشاغل قاچاقی زندن، یکیش روزنامه‌نگاریه. از اون روزی که آقای خمینی گفت من آیندگان نمی‌خوانم و همین یک کلمه باعث شد که به صورت فلعی تمامی اون نشریات اول انقلاب که با شور و امید اومده بودن به بهار آزادی تماما توقیف بشن، اعدام ها شروع بشه و اینها، این شغل در واقع قاچاقی شد. حتی وکلای دادگستری هم اینطوری هستند، هر جا که شما با حکومت در میفتی، هر جا که قرار هستش که در واقع حکومت رو تصفیه بکنی، رکن چهارم دموکراسی باشی و ششهای جامعه بشی برای نفس کشیدن، اونجا هستش که میان و آدم ها رو خفه میکنن، میان روزنامه ها رو میبندن، خبرنگار ها رو میگیرند. کاری که الان انجام دادن کاری جز این نبوده که یک قتل حکومتی فاش شده. اون قتل حکومتی رو انجام دادند و هیچ کس هم مشخص نشد که چه کسی بود که مهسا رو به قتل رسوند. حتی دوباره گشت ارشاد هم راه انداختن، معذرتی هم نخواستن. تنها کاری که کردن این هستش الان بیش از 300 روز این دو خبرنگار رو نگه داشتن، نه هیئت منصفه‌ای در کار هست، نه دادگاه علنی در کار هست، همه چیز برخلاف قانون داره پیش میره که بگن که ما نمیخواهیم که شما در این مملکت روزنامه نگاری بکنیم. اما اینطور نخواهد ماند. همین روزنامه های 1000 تیراژه، 2000 تا 2000 تا و 3000 تایی که دارن چاپ میشه داخل ایران، همینها هم اثرگذاره. حتی با یه گل هم بهار میشه. مگه ما الان در خارج از کشور خیلی از منابعمون همون روزنامه های داخل ایران نیست؟ نشون میده بچه‌ای که اونجا هستن بسیار خوب دارن کار میکنن، گرچه جامعه دیگه حال و حوصله روزنامه خوندن نداره یا به هر ترتیبی مثل قدیم نیست، مثل 20 سال پیش نیست که 500 هزار تا 1 میلیون تیراژ داشتن، ولی چند با این حال منبع خبری هستن، اینا سورس هستن، اینا کسایی هستن که در وطن در کشور ایران دارن این ور اون ور میرن و خبرگیری میکنند، دارن فاش میکنن اون چیزی که داره اتفاق میفته. ما هم منابعمون همونها هست و از همینجا باید دستشون رو به گرمی فشرد و بهشون درود فرستاد و من مطمئن هستم که وضعیت اینطور نخواهد موند، این هم خواهد گذشت و اون چیزی که باقی خواهد موند اتفاقا همین روزنامه های کاغذی هستن و اون چیزی که باقی خواهد موند قلم هست. فکر میکنم منصفانه باشه اگر بگیم اتفاقا ارزش کار اونها شاید ده ها برابر ارزش کار ما باشه که در کشورهای آزاد خبر رسانی میکنیم، چون همطور که خودت هم اشاره کردی بخش قابل توجه از کار ما وابسته به کار اونهاست و اینکه اونها واقعا با جانشون بازی میکنن در روزنامه نگاری. دقیقاً همینطور هست. وقتی که ما اینجا داریم خبر رو مینویسیم مطمئن هستیم که فردا ما رو نمیگیرن، گرچه در همین لندن هم وضع طوری است که ما مورد تهدید جمهوری اسلامی قرار میگیریم. ببین اون کسانی که در داخل ایران دارن این کار رو انجام میدن شبها باید خواب آشفته ببینن که مگر اینکه بهشون حمله بشه، بهشون به هر حال تعرضی بشه، و این کارها رو دارن انجام میدن. سالها دیدیم با این چه کردن با روزنامه‌نگارها. با این حال نسل به نسل دارن میان و برای من جالب هست که این شغل شریف منقرض نمیشه و پشت سر هم نسل‌های جوانتر و جوانتر میآیند و ادامه میدن و این پرچم رو دستشون میگیرن و مثل یک دوی امدادی به سمت پیروزی و آزادی میرن. ممنونم از تو همکارم محمد رهبر از لندن.